آیا سیاست داخلی افغانستان سوژه طعنه برای جهان شده؟ سیاست خارجی چگونه؟ آیا کسانی در دولت در تلاش سیاسی ساختن تروریسم هستند؟ کلانترین مانع بر سر راه صلح چیست؟ پاکستان چگونه عمل میکند؟ و محتوای اسناد حمایت پاکستان از تروریسم که به سازمان ملل سپرده شد چه بود؟ و آیا شواهد مشابه در مورد کشورهای متهم دیگر هم وجود دارد؟ مهمتر و امروزی‌تر اما این که آیا تلاش‌های صلح به رهبری زلمه خلیلزاد به نتیجه خواهد رسید یا شورای امنیت سازمان ملل باید به فکر گماشتن تسهیل کننده بین‌المللی در موضوع صلح افغانستان باشد؟ به این پرسش‌ها آقای محمود صیقل سفیر و نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل پاسخ داد. خوش آمدید آقای صیقل به برنامه و سلام به شما. آیا سیاست داخلی افغانستان سوژه طعنه برای جهان شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با تقدیم سلام به شما و بیننده های محترمتون. فکر میکنم طعنه یک کلمه بسیار کلان باشه، اما شکستگی های سیاست داخلی خامخا که در عرصه های بین المللی بار بار به رخ ما کشیده شده. به شما معلوم است که ما در یک حکومت وحدت ملی هستیم در چهار نیم سال گذشته و شکست ریختی که در داخل از این حکومت بوده خامخا که انعکاسات بین المللی داشته. نمونه وزیر خارجه زیلاند ناو که در آخر 2016 بر شما گفت که اول باید رئیس جمهور با رئیس اجرایه مذاکره کنه و پس از او موضوع مذاکره با طالبان مطرح شود، این نمیشه نامش طعنه گذاشته شود؟ خامخا که کشورهای جهان در افغانستان سرمایه‌گذاری زیاد کردن، توقعشان همی است که تا حد امکان حکومت افغانستان فعال باشه و خدمات بتونه عرضه کنه به مردم افغانستان. از او خاطر وقتی که میبینن شکست و ریختی را در حکومت و مخصوصاً که شکست و ریخت باعث میشه که خدمات تا یک اندازه را بتی شوه، اونا به خود حق میتن که چون کمک هایی به افغانستان میکنن سوالاتی را از این قماش مطرح بسازن. وضعیت که جاری است مقصر این شکست و ریخت و نبود اجماع ملی در سطح داخل کی است و چه کسی است؟ خوب، یک بحث داخلی است. من فکر میکنم که عوامل مختلف باعث شده که ما یک سیاست داخلی پاشان داشته باشیم. من فکر میکنم در طول 4-5 سال گذشته مسئله قومی را دامن زدن، مسائل سمتی لسانی را دامن زدن و تعصباتی را در راستای از این مسائل دامن زدن خامخا که باعث شده، من فکر میکنم یک عنصر عمده در فروپاشی سیاست داخلی همین مسئله باشه. بله، سیاسی ساختن تروریسم توسط بخشی از دولت به چه معنا؟ امی عواملی که بیشتر نام گرفتم اینا باعث شده که با بعضی اوقات تروریسم سیاسی شوه. یک کسی را مادسگیر میکنیم، بازو مربوط فلان قوم میشه، مربوط فلان لسان میشه و بعد از او ما میبینیم که امتیازات دوجه مطرح میشه و به این ترتیب ما ایستا دیدیم در بعضی موارد که تروریسم سیاسی شده. شما نشست مسکو را برگزاری نشست مسکو اول را برای اعتبار بخشی سیاسی به طالبان دانستین، پس آیا دولت مانع برگزاری نشست بون فرمت میشد؟ فکر نمی کنم که مانع میشد، اما فرصت های وجود داشت که ما جلوی وزیر بگیریم. متوجه باشین که اولین کنفرانس مسکو که دایر شد سال گذشته زیادتر برای طراحی سیاسی طالبان ترتیباتش گرفته شده بود و فرصتی در اختیار ما وجود داشت که ما جلوی وزیر بگیریم. به شما معلوم است که در هیئت طالبا 5 نفری که رفتن به مسکو، 4 نفرش در لیست سیاه کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد بودند و ما از این مسئله اطلاع داشتیم و کابل هم در جریان قرار داشت. من فکر میکنم که تعلل در این مورد صورت گرفت و این باعث شد که طالبا برن با آسانی سفر کنند و در وجه ما تبارز سیاسی شنه ببینند. چرا باید جلوگیری میشد از برگزاری نشست اول مسکو؟ اطلاعاتی در اختیار ما قرار داشت که این کنفرانس زیادتر برای مطرح ساختن سیاسی طالبا جور شده بود تا چیز دیگه، و وقتی که همچه اطلاعات در اختیار ما قرار می داشته باشه و حکومت افغانستان هم دوجه اشتراک نمی داشته باشه و هیئتی که از شورای عالی صلح هم رفت ازش پذیرایی درست صورت نگرفت و صدایشان درست شنیده نشد، پس تمام از اینا باعث می شد که نشان بده که کنفرانس زیادتر برای مطرح ساختن سیاسی، برای قوت بخشیدن سیاسی و دیپلماتیک طالبا طراحی شده بود
و ما میتونستیم که جلویش بگیریم. متاسفانه من فکر میکنم که در کابل تحلیل دیگه کار صورت در مورد نشست دوم مسکو چگونه باید برگزار میشد؟ نشست دوم مسئله علیده است، مسئله رسمی نبود، تا اندازی را دیدار مردمی بود بین طالبا و یک تعداد شخصیت ها. در اون مورد میکنم تبصری ندارم، فکر میکنم که هر گونه دیداری که صورت میگیره با طالبا اگر زمینه را مساعد میسازه برای دید و بازدیدهای زیادتر و طالبا را آماده میسازه برای مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان، گپی بد نیست. و کسانی حالا هم برای از آمادگی بر برگزاری نشست شبیه مسکو در جای دیگر مثلا قطر صحبت میکنن، باید برگزار شود؟ ببینین مسئله ای است که امی شیوه برخورد ما در پروسه صلح آیا امی شیوه است که نتیجه خواهد داد؟ آیا امی شیوه است که در دیگر کشورهایی که بحران داشتن نتیجه داده یا نداده؟ ما در ملل متحد کار کردیم بر یک و نیم سال و یک گروپ را ایجاد کردیم، یک گروپ دوستی را بر پروسه های صلح. در این گروپ دوستی ما مطالعه کردیم پروسه های صلح را در کشورهای دیگه، در سریلانکا، به طور مثال در کولومبیا، به طور مثال در مالی، در آیرلند و همسال هم. شما متوجه میشین که حکومت ها در قدم اول زعمای دولت ها کشورها یک نفر یا دو نفر یا سه نفر از معتمدش وظیفه میده که بره مذاکرات پیش ببره و وقتی که نقاط مورد نظر واضح میشه در دو طرف، باز به اساس ضرورت از اوی رو میارن عرصش وسیع‌تر میسازن برای مشوره و بالاخره باز اگه ضرورتی باشه با پارلمان خود میبرن و بالاخره اگه ضرورتی باشه دیگه کشورها لوی جرگه ندارن، باز به لوی جرگه ما میبریم. اما از ما معکوسش بده، متوجه باشین که چون سیاست داخلی پاشان بوده، ما در آغاز کوشش کردیم که یک نمایندگی خوب داشته باشیم و تلاش کردیم که هیئت بزرگی را سازماندهی کنیم، 250 نفر، 300 نفر و بالاخره ضرورت دایر نمودن یک لوی جرگه دوم و سوم، من فکر میکنم سوم، متوجه باشین که لوی جرگه ما را 2010 داشتیم و تقریبا شبیه همی صحبت ها داشتیم. یعنی ضرورت از این اسمش اگر سیاست داخلی پاشان نمی بود و اگر اعتماد بالای سیاست دولت وجود می داشت، دولت با آسانی می تانیست که یک یا دو یا سه نفر از معتمدین خود وظیفه بتن که تماس ها را قائم کنند با جنای طالبا و با قدرت هایی که در عقب طالبا هستند در منطقه. خب، و وقتی که بحث ها به یک نقطه می رسید که ضرورت به مشوره داشت، بازی را می آوردن. اما در اینجا ما می بینیم معکوسش را که از گردمایی های کلان مسائل شروع شده و کوشش میکنیم یک هیئت بسیار بزرگ هم داشته باشیم و تا فعلا فکر میشه که هیئت 50 نفری داشته باشیم که هیئت 50 نفری بسیار هیئت کلان. حالا باید نشست شبیه نشست دوم مسکو برگزار شود یا خیر؟ خوب، ما گفتم که اگر نشست های مردمی برگزار میشه علیده گپ هست، اما بحث اساسی ای است که ما یک دفعه مرور کنیم پروسه صلح را. ببینین صحبت با طالبا یک چیز نو نیست، 25 سال است که ما با طالبا صحبت میکنیم. متوجه باشین که یک وقت طالبا با حکومت امو وقت افغانستان صحبت هایی کرده بودن، در سال 1999 در اشقابات نماینده های حکومت افغانستان امو وقت با طالبا صحبت کردن و حتی یک مکانیزمی را ایجاد کردن که در او چطور طالبا را شریک قدرت بسازن، اما هیچ وقت طالبا به تعهداتشان تن ندادن. پس تصویر کلان امی است، چیزی را که ما به نام پروسه صلح میشناسیم، آیا طرف مقابل هم میره به نام پروسه صلح میشناسه یا نه؟ ما تو فکر میکنیم که چیزی را که ما پروسه صلح میگیم و چیزی را که یک بخش از جهان پروسه صلح میگه، طرف مقابلی را یک پروسه ارتقای توانمندیهایش، یک پروسه اعتبار بخشیدن دیپلماتیکش، یک پروسه ارتقای توانمندی‌های نظامیش و سیاسیش می‌بینه و در 25 سال گذشته امتیازات زیادی را به دست آورده و در بدلش تا به حال چیزی به دست آورده. طالب به مذاکره با حکومتی که به باور شما با پاشیدگی در سیاست داخلی مواجه هست حاضر نمیشه، چه باید شود؟ چه فرمت نتیجه میده؟ چه راهی باید رفته شود؟ خب واضح است که ما از درون باید دوباره اعتبار از دست رفته سیاست، اعتباری که بالای سیاست نسبتاً وجود داشته در گذشته و امروز و اعتبار وجود نداره، چی کنیم که دوباره اعتبار برگرده به سیاست، مثلا سیاست دولت، و مردم اطمینان پیدا کنه که نماینده دولت با آسانی میتونه نمایندگی کنه از مردم افغانستان. فعلا با تاسف باید گفت که اینمی اعتبار وجود نداره.
بله، این بحث را ادامه خواهیم داد و در ادامه بحث روی مانع هایی که بر سر راه صلح وجود داره بیشتر بحث میکنیم. پس از میان برنامه دوباره برمیگردیم. آقای سیقل، حالا کلانترین مانع بر سر راه صلح چیست؟ ببینید، پروسه صلح افغانستان سه بود داره: یک بود ملی، بود منطقه‌ای و بود جهانی، و متاسفانه که هر سه بود مغلق و پیچیده به خاطر که 40 سال این مسئله سابقه داره. ما حتی 40 سال هم زیادتر زمینه های بحران های افغانستان در دهه 1960 فراهم شد و بالاخره ما مشکلاتی را در دهه 1970 دیدیم، 1980، 1990 تا امروز. در سطح ملی فوق العاده مهم است که سیاست پاشان داخلی جمع شود. حال اینجا یک سینه فراخ میخواهد، بحث هایی که صورت میگیره باید بحث های خودمانی باشد، استفاده های سیاسی ازش نشه، واقعا یک چتر کلان باز شود که تمام جناهای سیاسی و اتباعی افغانستان خود زیر، اگر تمامشان نه لااقل اکثریتشان در اونجا دیده خود بله. در سطح منطقه چگونه؟ در سطح منطقه ببینین، یک کاری که شد در طول دو سال گذشته که فشارهای بالای پاکستان آمد، تلاش هایی که صورت گرفت از طرف ما در سازمان ملل متحد و همچنان از طرف دیگر کشورها، هماهنگی که صورت گرفت، یک هماهنگی نسبی، ما شاهد یک سلسله فشارها بالای پاکستان بودیم. مشکلی که وجود داشت در این کار که این فشارها مدیریت درست نشد. در عین زمانی که فشار سر پاکستان می آمد، ما فراموش کردیم که پاکستان زیر فشار دست به چی کار خواهد زد. و شما ببینید، اگر بشه سوال بکنیم، شما ظاهرا اسناد حمایت پاکستان از تروریسم را هم به سازمان ملل سپردین، محتوای اسناد چی بود؟ ببینید، در رابطه با پناهگاه ها در پاکستان، ما در قدم اول در ملاقات های خود مسائل مطرح کردیم، در قدم دوم در شورای امنیت با زبان بسیار فصیح صحبت کردیم در این مورد، و در قدم سوم وقتی که اعضای شورای امنیت آمدن به کابل، اسناد و شواهد را مراجع امنیتی ما در اختیار اعضای شورای امنیت قرار دادن و به تعقیب از او ما هماهنگی لازم هم کردیم و شاهد آغاز فشارها بالای پاکستان بودیم در طول دو سال گذشته. آیا اسناد مشابه هم در مورد پاکستان صحبت خواهیم کرد آقای سیقل؟ در مورد روسیه، در مورد مثلا ایران، در مورد چین وجود داره سند مشابه؟ در همچی یک موردی برای من کلام هدایت کسی نداد که من در این مورد دست به کار شوم در سازمان ملل متحد و اسنادی هم در اختیار ما قرار داد. چرا هیچگاهی از پاکستان منیس کشور حامی تروریسم به شورای امنیت سازمان ملل شکایت نشد؟ شکایت شده؟ چرا نشده؟ به همین عنوان شکایت شده؟ ببینین، در همین که به پناهگاه ها ما میریم و تخلفاتی که در امتداد خط دیورن صورت گرفت در سال 2016 و 2017، تمام از این مسئله مستند شد، نامه رسمی سرانجام تسلیم شورای امنیت شد و ما فکر میکنیم یک علت اساسی در عقب کاهش این تخلفات همین تلاش هایی است که در شورای امنیت صورت گرفت. بله، ما شاید تا جایی که به پناهگاه ها ارتباط میگیره، در رابطه با پناهگاه ها اسنادی را حکومت افغانستان وقتی که هیئت خود سفیرای سازمان شورای امنیت آمدن به کابل در اختیار از اینا قرار داد، و تعقیبی از او مهم بود که مستندسازی ما زیادتر شود، که من فکر میکنم در یک اندازه کوتاهی وجود داشت، اما انگی لازم بین نهادهای امنیتی ما فوق العاده مهم بود که خوب تر می بود که وجود نداشت، اما با وجود از او هم امانگی های لازم با اعضای شورای امنیت صورت گرفت و برای اولین بار مداخله پاکستان در امور افغانستان در شورای امنیت مطرح شد. بله. و به تعقیب از او شما دیدید که فشارهای بین‌المللی هم شروع شد. بله. مشکل بودیم در 23 اوت 95 به خاطر نقض حاکمیت افغانستان شکایت کرد از پاکستان به سازمان ملل. در 16 فوریه 2019 از سفر هیئت طالبان به پاکستان شکایت کرد، ولی با همه عنوان از پاکستان من حیث کشور حامی تروریسم آیا شکایت شد یا خیر؟ شکایت رسمی مربوط دولت افغانستان بود، مربوط رهبری حکومت افغانستان بود که این شکایت برای همچه هدایتی برای ما داده نشد. اما پس هیچ شکایت صورت نگرفته با شکایت الله. رسمی صورت نگرفته، نامه رسمی که تسلیم شورای امنیت شده باشد در رابطه با مداخلات پاکستان در امور افغانستان نه، اما در تقریبا در تمام سخنرانی هایی که ما در شورای امنیت داشتیم به این مسئله وضاحت دادیم و همچنان ملاقات هایی را که ما داشتیم با تمام مسئولین ملل متحد این مسئله را مطرح کردیم، اما تا جایی که به شکایت رسمی مربوط
رهبری حکومت افغانستان ارتباط میگیره یک تصمیمی بود که باید در کابل گرفته میشد و یک هدایتی بود که برای ما داده میشد. چرا چنین تصمیمی مورد... گرفته نشد فکر میکنید؟ این شما خوب است که از رهبران دعوت نه دیدگاه شما چی از این مورد؟ در این مورد ما یادداشتایی را به مرکز فرستاده بودیم و ما به می اکتفا میکنیم برای فعلا. خب حداقل در سخنرانی های شما در مورد پاکستان حرفای وجود داشت در سازمان ملل، ولی اقدام شورای امنیت در برابر پاکستان چی بوده ولو نمادین؟ مثلا از زمانی که شما در مورد پاکستان شکایت های را مطرح کردین دست کم در سخنرانی ها. ببینین در طول دو سال گذشته ما شاهد فشارهای بالای پاکستان بودیم، ولی آیا مشکلی اساسی نامه در برابر پاکستان در شورای امنیت تصویب شد؟ در خود شورای امنیت که یک قطعنامه در برابر پاکستان تصویب شوه، این مربوط تصمیم اعضای شورای امنیت است. این مربوط از این است که چقدر ما در کابل مسائل سازماندهی کردیم، چقدر 15 عضو شورای امنیت آماده هستند که در این مورد اسم کار شوند و کدام عضوش حق ویتو داره. شما متوجه باشین که یکی از متحدین پاکستان در اوج به صفت یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت ششته و متوجه از این مسئله است و قطعا اجازه نمیده که در رابطه با پاکستان صحبت کنه. منظورتان کدام کشور است؟ کشور دیگه همسایه ما چین. خامنه‌ها البته که باشین که دو قضیه را در کمیته تعزیرات ما بردیم در رابطه با پاکستان که ارتباطات با پاکستان داشت و متاسفانه که توسط چین بلاک شد. بله، همین کشور چین، خب ما میدانیم که در سال 2010 رابطه افغانستان با چین مشارکت در همکاری همجانبه، همسایگی نیک، اعتماد متقابل و دوستی جاودانه تعریف شد که دومین سطح رابطه چین در عصر حاضر از سال 2011 افغانستان با یک کشور اعلامی همکاری استراتژیک امضا کرد. چرا نتوانستیم طرز دید چین را نسبت به پاکستان تغییر بدیم؟ من فکر میکنم که برخورد چین در کابل یک چیز است، برخوردش در پیکینگ با نمایندگی ما دیگه چیز است و برخوردشان در نیویورک چیز دیگه است. اما هماهنگی که با ضرورت بود بین ما و هماهنگی وجود نداشت متاسفانه و شکل شاید باید آگاهی باید وجود میداشت که یک تصویر کلان ما بگیریم که بالاخره موقف چین چی است. خب همونطور که گفتیم تا حال طرز دید چین تغییر نکرده و تغییر هم نخواهد کرد ظاهرا با این وضعیت. خب با پاکستان من فکر میکنم که چین سرانجام یک نقش خوبی را بازی کرده میتونه، اما تا جایی که من از دید نیویورک میبینم هنوز مسئله تغییر نکرده. شاید که تغییرات دریجه در منطقه باشه، اما در نیویورک ما کدام چیزی را نمی‌دیدیم که سیاست چین در رابطه با پاکستان تغییر کرده باشه. بله، چه میشد که اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان دست کم شکل می‌گرفت که نشد و حالا اجماع نداره؟ ببینید، برای اجماع منطقه‌ای یکی برخورد کشورها در برابر افغانستان است، یکی برخورد ما است. من فکر میکنم که در 18 سال گذشته کارهای صورت گرفته که آهسته آهسته یک طرح را شکل میده که چطور ما تبدیل کنیم افغانستان به یک سکوی صمیمیت، مهربانی، دوستی و همکاری بین کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه که در حیات افغانستان سهیم بودن و نقش را بازی کردن. در این مورد کارهای شد در طول یکی دو سال گذشته. سال گذشته ما یک طرح را بردیم به مجمع عمومی و خوشبختانه که یک پاراگراف در این راستا انعکاس یافت در قطعنامه افغانستان در نوامبر سال گذشته و تعقیب از او یادداشت‌هایی را ما دادیم به شورای امنیت و انتظار داشتیم و داریم از شورای امنیت که اگر یک قطعنامه جامع، یک قطعنامه نسبتا عملیاتی را و که منجز باشه در این راستا تصویب کنه که افغانستان شناخته شود به صفت یک سکوی صمیمیت، دوستی و همکاری بین تمام کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه. بیرون از او من فکر میکنم که مشکلاتی در کار خور بود. موجودیت تبدیل شدن افغانستان به همچین یک سکو تقریبا تمام فرمولای را دیکته میکنه. افغانستان در بین ساختارهای امنیتی آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و خلیج فارس قرار داره، مربوط هیچ ساختار امنیتیش نمیشه. افغانستان در نقطه تقارب سازمانهای همکاری اقتصادی منطقه‌ای قرار داره. افغانستان در نقطه تقارب سیاسی آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، شرق دور و شرق میانه قرار داره و از طرف دیگه کشورهای مختلف بختشان را در افغانستان در طول 40 سال گذشته آزمایش کردند و میفهمند که صلح افغانستان یگانه برنده نخواهد داشت و جنگ افغانستان هم یگانه بازنده نخواهد داشت. فلیاز و کلی که در یه شریک هستند
تجارب 40 سال گذشته نشان می‌دهد که ما به یک نقطه رسیدیم که بجز از اینکه در افغانستان همکاری صورت بگیره بین قدرت‌های مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دیگرای وجود ندارد. در مورد تلاش‌های خلیزات، آقای خلیزات هم اگر صحبت بکنیم، آیا به نتیجه میرسه؟ ببینید، تا به حال معلوم میشه که فیصدی زیادی از صحبت‌ها در 6 دور مذاکرات در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان بوده و همچنان مقاطعه طالبان با دیگر گروه‌های تروریستی. در رابطه با خروج، سوال اساسی باید این باشه که چی شده که اولویت اول صحبت‌های طالبان خروج است. متوجه باشین که در حالی که بین سال 2002 و 2005 یک همکاری خوبی وجود داشت بین امریکا و دیگر کشورهای ناتو و کشورهای منطقه، در سال 2006 این همکاری تا اندازه‌ای برهم خورد. در قدم اول پاکستان علاقمند از این بود که افغانستان دوباره در انزوا قرار بگیره و نیروهای خارجی افغانستان ترک بگوید، و بعد از او آهسته آهسته کشیدگی های زیادتر بین یک تعداد از کشورهای منطقه و امریکا به وجود آمد، سوالاتی ایجاد کرد در مورد حضور نظامی امریکا در افغانستان، و در این اواخر وقتی که فشار بالای پاکستان آمد، پاکستان پالیسی استفاده از خشونت برای برنامه های سیاسیش به اصطلاح به غذا تبدیل کرد و تنش ها بین ایران و امریکا توسط زمین پالیسی تغذیه شد، تنش بین فدراسیون روسیه و امریکا توسط زمین پالیسی تغذیه شد، و جنگ‌های تجارتی و تنش‌ها بین چین و امریکا توسط این پالیسی تغذیه شد. این باعث شد که تا یک اندازه‌ای را به اعتمادی زیادتر به وجود بیاید و خواست یک تعدادی از کشورهای منطقه که به طالبان اعتبار سیاسی بخشیده بودند همی بود که هرچه زودتر نیروهای خارجی افغانستان را ترک بگوید. از این خاطر است که برای طالبان یک اولویت اول است. اما فراموش نکنیم که بین سال 1994 و 2001 یک نیروی خارجی در افغانستان وجود نداشت، ولی طالبان می‌جنگیدند. خب حالا چی میشه؟ متوجه باشین همین تلاش جاری شما باشین که در این زمان به اساس موافقه که در اجتماع سران ناتو در لیزبون در سال 2010 صورت گرفت، یک نقشه را برای خروج نیروهای خارجی طراحی شده بود و تا ختم 2014 نیروهای خارجی از 140,000 پایین آمدن به 10,000. اما ما کدام تفاوتی را در عملکرد طالبان ندیدیم. پس خروج نیروها یک بهانه است که اگر گفته میشه که با خروج نیروها صلح میاد، متوجه باشین که در گذشته این کار نشد. در حالی که نیروهای خارجی نبوده، هنوز هم جنگ بوده، و در حالی که نیروهای خارجی از 140,000 پایین آمده به 10,000، جنگ ها شدت گرفته، جنگ های طالبان. اما یک خواست است که اکتیاد کشورهای منطقه داره. بله، حالا تلاش ها به کجا می انجام شما فکر میکنین؟ ببینین، به همه قسمی که گفتم تحولات مثبت صورت گرفته. در بود جهانی یک تفاهم به وجود آمده تا اندازه یک تفاهم نسبی بین ایالات متحده آمریکا، فدراسیون روسیه و چین که سه کشور اعضای دائمی شورای امنیت هستند و خام خاک دو عضو دیگه شورای امنیت که فرانسه و انگلستان باشه، اینا هم در جریان قرار دارن، چرا تفاهمات با نماینده اتحادیه اروپا هم صورت گرفته. فکر میکنیم یک تحول مثبت است در بود جهانی که تاثیرات خود سر کشورهای منطقه هم خواهد داشت، به خاطر که این 5 عضو شورای امنیت تاثیرات در منطقه دارن و روابط با کشورهای منطقه دارن. بله. در بود منطقه ایش من فکر میکنم فوق العاده مهم است که در رابطه با پاکستان ما از امو پالیسی فشار و تسامح استفاده کنیم. اگر آثار خوبی رو میبینیم از او استفاده کنیم، ولی حتمی باید است که نتایج عملکرد پاکستان ملموس برای ما شوه که اعتماد پیدا کنیم. تا او وقت من فکر میکنم که پالیسی فشار و تسامح باید ادامه پیدا کنه و تا جایی که به سیاست داخلی ارتباط میگیره، اما قسم پیشتر گفتم سیاست پاشانه باید ما جمع کنیم. بسیار تشکر از شما آقای محمود سیقل، سفیر و نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل. بسیار تشکر. تشکر از شما. و از همه بیننده ها هم سپاسگزار. شبتان بخیر. خدا نگهدار.